اینو تکون میدی. سلام فرست آرمی، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. آقا داستان از اونجای شروع میشه که توی اینستاگرام یهو چند نفرتون برام یه ویدیویو ارسال کردید که یه آتش نشان عزیز داشت با کوکاکولا آتیش خاموش میکرد و میگفت نوشابه به خاطر دارا بودن گاز کربونیک و اینکه مایعه خیلی بهتر از آب آتیشو خاموش میکنه، یعنی یه جورایی مثل کپسول آتش نشانی. و من دیدم که خب چی بهتر از این، ما که تا حالا با همه نوشابه ها همه کار کردیم، بیایید آتیش هم خاموش کنیم، یه ذره مثبت ازش استفاده کنیم. فقط برای اون حیوان عزیز امیدوارم امروز گوشت خروس با نوشابه نزنیم. برای شروع کارمون نیاز داریم اول یه آتش سنگین درست کنیم. تصمیم گرفتم مثل همون آتش نشان با لاستیک این کار رو کنم، ولی قبلش میخوام شرایط جوی رو بهتون نشون بدم که در اون سمت ابرهای بارانزا رو داریم، در این سمت هم یه خورده ابرهای بارانزا داریم و در بالای سرمون هیچی نداریم. امیدوارم که تا آخر کارمون اینا پایدار بمونه و ما کارمونو قبل از خیس شدن انجام بدیم. پس بریم سراغ لاستیک. عزیز خوب من که تصمیم گرفت که شاید کسی پخش شد، داشتی سیگار میکشیدی تو رو خدا بکشم کارت کنم، جرأت دارم میگم کارت کنم، تو رو خدا بکشم کارت کنم. گفتم یعنی میخوایم با این اون آتش مهیب رو خاموش کنیم. باید در نوشابه رو باز کنیم، تکون بدیم و بگیریم رو اون. به نظرتون با یه تیکه نوشابه میشه اون آتش رو خاموش کرد؟ حالا خلاف جهت باد وای میسیم و اینو تکون میدیم. برگم مونده، ولی این کاملا خاموش شد.
حیرت انگیزه. قبل از اینکه نوشابه رو تکون بدید خیلی حواستون رو جمع کنید. تو گوشم، رو موام، رو کلام، رو لباسم، همه جا ریخته. اول آرامش خودتون رو حفظ کنید بعد تکون بدید. همونطور که دیدیم و من انتظار داشتم، کوکاکولا جان از این عملیات سر بلند بیرون اومد. حالا میمونن دو نیروی جوان آتش نشانی که خیلی تازه نفسن و زویای نام، نوشابه زرد و آب گازدار، یا به قول بچه ها گفتنی فانتا و اسپرایت. خب البته از اون لاستیک دیگه چیزی نمونده، زغال خالص شده، ولی نگران نباشید، من فکر اینجاش هم کردم. لاستیکی اول خیلی سرحال تر بود، من احساس میکنم این حاصل یه حادثه مرگاز هاست. چرا نصف نداره؟ بریم برای برداشت دوم فانتا. داره جواب میده. او هنوز آتیش مونده. میتونم بگم تا اینجای کار فانتا تقریبا شکست خورده، چون آتیش کاملا مهار نشد. برخلاف کوکاکولا جون، خداحافظ دوست عزیز. حالا دوباره میخوایم شعله آتش رو تقویت کنیم تا بریم سراغ اسپرایت. البته همچین تقویت کردنم لازم نداره ها. حالا میریم سراغ برادر اسپرایت که از نظر من آب و شکره. دلم براش میسوزه، آتش خیلی قویه. آجی اینم شکست خورد. متاسفانه نوشابه تموم شد، ولی آتیش هنوز خاموش نشده. شما کوکاکولا خاموش کنید. بریم ببینیم کوکاکولا واقعا از اونا قوی تره یا نه. آجی پشمام خدا، نصف نوشابه هنوز مونده ولی این کاملا خاموش شد. چطور دلتون میاد به این بچه بگید ضرر داره؟ نگاه کن، برا خدا نگاه کن، با نصف بطری تونست آتش با اون گندگی رو خاموش کنه. راستیتشو بخواید انتظار نداشتم کوکاکولا نسبت به اون دوتا نوشابه اینقدر قوی عمل کنه، ولی خب میبینیم چه تونست و شکستشون داد. البته همونطور که مشاهده میکنید امکان داره آتش بعد از خاموش شدن دوباره شعله ور بشه، پس اگه خواستید یه آتش اینجوری خاموش کنید حتما مطمئن بشید که کاملا خاموش شده. حتما تو کامنت ها به این بگید شما چی فکر میکردید. فکر میکردید نوشابه اینقدر خوب آتش رو خاموش کنه، یا اصلا فکر میکردید همه این نوشابه ها مثل هم عمل میکنن، یا میدونستی یکی از اون یکی قوی تر؟ کلا کامنت بذارید، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. Thank you.